پس از حدود 30 سال توقف، بخش نانپزی تصدی سیلوی ولایت بلخ دوباره آغاز شد. مسئولان این تصدی میگویند این بخش سیلو با یک ماشین فعال شده و قرار است در آینده نزدیک 18 پای ماشین دیگر نانپزی نیز در این بخش فعال شود. رئیس این اداره میگوید با فعال سازی کامل این تصدی به شمول 50 زن برای بیش از 400 تن زمینه کار ایجاد خواهد شد. الحمدلله ای که ما اینجا انتقال دادیم آوردیم یک شب و روز دو تن آرد رای نان میکنم. دیگه میخواییم که یک 18 تن دیگر هم انتقال بیتیم و قرارداد قول اردو را ما مدی نظر کردیم و قرارداد پانتون خصوصی به او گپ زدیم. با قماندانی انشالله و العزیز رفته نیستیم و به شبخانه ما میگیم که نان بیتیم. در همین حال رئیس عمومی تصدی سیلوی مرکزی که برای گشایش بخش نانپزی سیلوی بلخ و مزار شریف آمده است، از تلاش ها جهت فعالسازی دوباره سیلوی کندهار و بغلان نیز سخن میزند. نصرت الله منصور میگوید پس از فعالسازی سیلوهای 5 ولایت کشور، زمینه کار برای بسیاری ها فراهم خواهد شد. موږ لله الحمد څو ورځې مخکې موږ کندهار ته سفر کړی و. د کندهار سیلو بیخي هغه هم دغسې فلج وه، نو الحمدلله هلته موږ کار روان کړی دی. یو څو ورځې بعد موږ هلته داشونه انتقال کړي دي، هلته هم افتتاح کوو. او د هرات سیلو خو الحمدلله هغه سره هم قراردادونه هلته شته، هغه هم فعاله کړې ده. قسم خانه خدا جور کنیم که فامرکه های خدا جور کنیم، کارخانه های خدا جور کنیم، هر چیزی که به ما و شما ضرورت داره جور کنیم که ما و شما در خارجی ها، در بیرونی ها به هیچ چیز احتیاجت نداشته باشیم، دسترازی نداشته باشیم، خودکفا باشیم. کارگران این سیلو که پس از حدود 26 سال دوباره به کار آغاز کردند، احساسشان را این گونه بیان میکنند. امروز ما بسیار خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره مهیا شد. بعد از 26 سال که فابریکه توقف بود، دوباره چپنای سفید را به تن گرفتیم. آماده هستیم که بخیر کار فعالیت کنیم. ما مورد رخ از سیلوی خود قرارداد بکنه، سیلوی بلخ، که ما هم نان با کیفیت باشه عرضه میکنم و هم نان صحی و هم با قیمت ارزان. تصدی سیلوی بلخ در سال 1362 به همکاری اتحاد جماهیر شوروی وقت در جنوب شهر مزار شریف اعمار گردید که تا سال 1375 نان قطعات نظامی و بخش‌های ملکی را تأمین میکرد. اما به دلیل کم توجهی حکومت‌ها بخش نانپزی آن برای مدت 25 سال غیر فعال باقی ماند.